بله چشم. با سلام و درود به همیهنان گرامی و درود بر پرسنل پزشکی ایران. بله و درود به روان پاک جان‌نثاران پزشکی ایران و درود بر آقای بهوانی عزیز و تشکر از ایشان که این افتخار را به من می‌دهند تا یک بار دیگر با شما سروران گرامی رو در رو صحبت کنم. خدمتتون عرض کنم امروز سه شنبه پنجم اسفند ماه 1399 مطابق با 23 فوریه 2021 537مین برنامه از 11مین سال سری برنامه‌های بهداشت عمومی را با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را از رادیو تلویزیون میهن به حضورتون تقدیم میکنم. همونطور که ملاحظه میفرمایید بالاخره ما موفق شدیم بعد از مدت ها که سلمونیا تعطیل بود، از دوشنبه دو هفته پیش سلمونیا باز شد، ما موفق شدیم بریم سلمونی و خدمتتون عرض کنم که در عرض 55 سال گذشته هیچ وقت موهای من به این کوتاهی نبوده. خلاصه جناب سلمانی حسابی خدمت کردید. بله خدمتتون عرض کنم که امروز روز بزرگداشت زن و زمین در ایران باستان است و همچنین روز ذلت زن در ایران مدرن که یک مرد اجازه نمی دهد همسرش برای شرکت در یک مسابقه جهانی به ایتالیا برود. چرا؟ چون که بی اجازه شوهر نفس کشیدن ممنوع است. خب بریم سر مطالب بهتر مهمتر. عرض کنم که روز دوشنبه آینده 11 اسفند آغاز یک ماه 19 روزه روزه دیانت بهایی است. در دیانت بهایی یک سال 19 ماه 19 روزه دارد که می شود 361 روز و روزهای باقی مانده ایامه ها نام دارد که بهایی ها به کودکان هدیه می دهند، جشن می گیرند و به فقرا می رسند. چند کلمه درباره روزه و نماز خدمتتان عرض کنم و پایان روزه بهایی روز نوروز است که آغاز سال باستانی ایران و آغاز سال بهایی و عید پایان روزه می باشد. یکی از بخش‌های مهم در هر دین آداب و احکامی است که حیات فردی و جمعی پیروان آن دین را سامان می‌دهد. از دیدگاه بهایی احکام فقط به عنوان مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه پیمانی است ما بین مظهر الهی و مردمی که به او ایمان آوردند. ادیان الهی رابطه بین خدا و بندگانش را به شکل‌های مختلفی توصیف کردند. یکی از این توصیفات عشق است. در آثار دینی گفته شده که خدا انسان را به دلیل عشقی که به او داشت خلق کرده. آیین بهایی به این جنبه از رابطه بین خدا و انسان بسیار تاکید دارد. رابطه خدا و انسان رابطه عاشقانه است. خدا انسان را به دلیل عشق خلق کرده، به دلیل عشق هدایت می کند و پیامبر الهی نماینده عشق خداوند به بندگانش است و تنها چیزی که خداوند از انسانها می خواهد این است که به او بیشتر و بیشتر از هر چیز دیگر عشق ببرند. یکی از مهمترین تأثیرات احکام در هر دین ایجاد نظم و انضباط در حیات فردی و روابط اجتماعی است. در حیات فردی این هدف عبارت است از کسب کمالات روحانی و دارا شدن صفات الهی و در حیات اجتماعی عبارت است از وحدت عالم انسانی و ایجاد روحانیت در این جهان مادی. بسیاری از احکام بهایی مانند نماز، روزه، دعا و غیره در ارتباط با هدف و مقصد آیین بهایی معنی پیدا می کنند. از جمله مهمترین احکام فردی
که در امر بهایی وجود دارد نماز و روزه است که از سن بلوغ بر فرد واجب می شود. بلوغ شرعی در این آیین برای دختر و پسر هر دو 15 سالگی است. نماز در اعتقاد بهایی فرصتی است برای انسان به جهت ستایش خدا و اعتراف به بخشش و بزرگواری او و اظهار بندگی در برابر او. روزه یکی از وظایف قابل توجه ادیان است که در طول تاریخ بشر بوده است. بسیاری از پیامبران در مقاطعی از زندگی خود از طریق دعا و روزه ارتباطی روحانی با خدای خود برقرار ساخته و به کشف اسرار خلقت و مأموریت روحانی خود نائل آمدند. در ادیان مختلف از جمله بهایی برای روزه حکمت‌های گوناگونی بیان شده است. یکی از این حکمت‌ها که در آثار بهایی بر روی آن تأکید شده است این است که روزه فرصتی است برای تفکر درباره مسائل روحانی و نشانه و رمزی است برای دوری از خواهش‌های نفسانی. آخرین ماه سال بهایی به روزه اختصاص دارد. حضرت عبدالبها می‌فرمایند صیام یعنی روزه سبب تذکر انسان است. قلب رقت یابد، روحانیت انسان زیاد شود و سبب این می شود که انسان فکرش حصر یعنی احاطه در ذکر الهی می شود. خب این مقاله رو من از یک مجله قدیمی شهروند که در تاریخ 12 مارس 2015 چاپ شده براتون انتخاب کردم. خب حالا خدمت رو عرض کنم که هفته گذشته یک ایمیلی دریافت کردم از دوست بسیار عزیزی به نام آقای مجید کفایی یا اسم واقعی ایشون عبدالحسین کفاییه. ایشون نوشتند با درود و عطا جان. بذارین اول عکسشی هم بهتون نشون بدم. ایشون هستند. بله. بسیار سپاسگزارم که در برنامه این هفته خود از من یاد کردی. من انتظار چنین لطفی را نداشتم. برایم سورپریز بود و همینطور برایم سورپریز بود که دیدم موهایت را کوتاه نکردی، ولی معلوم شد که به جای سلمانی عوضی سراغ دندان رفتی. از این کارهای عوضی خداپسندانه باز بکن و قدر آن موهای سفید سر را بدان با آرزوهای نیک. خب خدمت عرض کنم باز چون این هفته خیلی سرم شلوغ بود فرصت نکردم از ایشون اجازه بگیرم، بنابراین شماره تلفن ایشون رو به شما نمیدم و عرض کنم ایشون من از ایشون 3 کتاب دارم. دیروز میگم دیروز بخشید هفته گذشته کتاب بر اسب زمانه رو معرفی کردم، امروز کتاب دیگری رو به شما معرفی میکنم به نام ذلیل مرده. این جناب کفایی همونطور که گفتم هم نویسنده است، هم طنزنویسه، هم نقاشه، هم عکاسه و هم خیلی در کارهای کامپیوتری پیشرفته است. درست برعکس بنده که نه نقاشم نه عکاسم نه کامپیوتر زیاد سرم میشه، نه نویسندم و نه طنزنویس. دوستان از شما خواهش میکنم اگر براتون امکان داره کتاب های ایشون رو تهیه کنید. یک چیزای بسیار نادری در تاریخ معاصر ایران هست که هیچ جا نمیتونید پیدا کنید مگر در کتاب های ایشون. و همینطور اینم خدمت رو عرض کنم که باعث و بانی تقویم شاهنشاهی این جناب کفایی بودند. ایشون سفیر کبیر ایران یا فکر کنم وزیر مختار ایران در فرانسه بودند و بعد از سقوط حکومت شاهنشاهی مثل بیشتر دوستان ایرانی خیلی زجر کشیدند تا تونستند به کانادا بیاند و اینجا هم بالاخره موفق شدند به عنوان که فارسیش چی میشه قاضی ایمیگراسیون، وکیل ایمیگراسیون، قاضی ایمیگراسیون به مدت
15 سال کار بکنند و الان هم در اتاوا هستند. یادتون نره کتاب هایشون رو اگر مایل بودین به آدرس ایمیل من یه ایمیل بفرستید و من برای ایشون ترانسفر میکنم. خب حالا خدمتتون عرض کرده بودم که بانوی به نام خانم طلعت درباره زخم معده سوال کرده بودن که جواب ایشون رو دادم که به پزشک مراجعه کنن. بله ایشون جواب دادن که آقای دکتر مشکل معلوم شد، دکتر با آزمایش های زیاد فهمید که دچار هارت فیلر هستم و با سن من که 89 سال دارم کاری نمیتوان کرد. خیلی دکتر خوبی است، خوب تشخیص داد، بهترین دکتر در آریزونا است. اسمش دکتر سینا نفیسی است و بهایی هم هست. حال میتوانید در مورد هارت فیلر صحبت کنید؟ خدمت این بانوی محترم عرض کنم، اگر همسر و بچه های من هم اینطور به حرف من گوش می دادن نور علا نور می شود. ثانیاً به شما تبریک می گم که در 89 سالگی در انترنت و فیسبوک و مسنجر فعالید. درباره بیماری های قلب قبلاً مفصل صحبت کرده ام. به آرشیو میهن تیوی مراجعه کنید. اگر پیدا نکردید ایمیلتان را بنویسید، برایتان ایمیل کنم. و همینطور خدمتتون گفتم که یک دوست دیگری هم خواسته بود که در حالا پیامشو میخونم. جناب دکتر انصاری، آرزو دارم سلامت و شاد باشید در حال تماشای برنامه پربار شما در مورد چشم خشک هستم، در حالی که به شدت دچار سنگ کلیه هستم. از جناب عالی استدعا دارم برنامه برای سنگ کلیه و عوارض جانبی آن و بیماری مکیولار دیجنریشن نوع خشک آن برای حقیر و سایر هموطنان و فارسی زبانان تهیه فرمایید. آرزوی صحت و شادی برایتان دارم. خدمت این دوست عزیزم عرض میکنم درباره سنگ کلیه و عوارض اون قبلا صحبت کردم. ایشون هم لطف کنن ایمیلشون رو بفرستن و من اون رو براشون برنامه رو خواهم فرستم. و البته در برنامه امروز رو هم درباره همون ما فرانسه زبانیم، اینجا بیشتر ترم فرانسه به کار میبریم، بهش میگیم دژنرسانس ماکولر. پس برنامه امروز درباره دژنرسانس ماکولر و در پایان برنامه هم یک بانوی موفق ایرانی رو به حضورتون معرفی میکنم. بله، دژنرسانس ماکولر همونطور که از اسمش پیداست تخریب ماکولا در اثر آسیب به ماکولا، یعنی ناحیه کوچکی از شبکیه واقع در پشت چشم نزدیک عصب بینایی ایجاد می شود. این قسمت از شبکیه جایی است که بهترین دقت بینایی از آن ناشی می شود. دژنرسانس ماکولا باعث از بین رفتن تدریجی و گاه قابل توجه بینایی مرکزی می شود که به طور فزایندهی تار می شود. دژنرسانس ماکولا عمدتا افراد 55 سال به بالا را درگیر می کند و به همین جهت به عنوان دژنرسانس ماکولای وابسته به سن یا DMLA شناخته می شود. روش های مختلفی برای کند کردن پیشرفت تخریب ماکولای وابسته به سن وجود دارد. یک نوع ارثی این بیماری نیز وجود دارد که از طریق ژن‌ها منتقل می شود و بیماری استرگارد نام دارد و در دوران کودکی یا نوجوانی اتفاق می افتد که در برنامه امروز از آن صحبت نمی کنید.
علت دژنرسانس یا تحلیل رفتن ماکولا. سن مهمترین عامل خطر است. تقریبا از هر 7 نفر افراد 55 تا 64 ساله یک نفر، و بین افراد 75 سال به بالا از هر 3 نفر یک نفر به آن مبتلا است. افرادی که سابقه خانوادگی دژنرسانس ماکولا دارند بیشتر به آن مبتلا می شوند. عادات زندگی نقش مهمی دارند. سیگار کشیدن یک عامل خطر عمده است. در مقایسه با افراد غیر سیگاری، افراد سیگاری 2 تا 3 برابر بیشتر احتمال دارد که یک روز به این بیماری مبتلا شوند. همچنین هر چیزی که مانع جریان خون در بافت‌های چشم شود خطر را افزایش می‌دهد، مثل فشار خون بالا و کلسترول بالا. در یک مطالعه اپیدمیولوژیک بر روی 1111 بانوی 55 تا 74 ساله، افرادی که خوب غذا می‌خوردند و سیگار نمی‌کشیدند و از نظر جسمی فعال بودند 3 برابر کمتر از کسانی که ضعیف‌ترین عادات زندگی را در پیش می‌گیرند در معرض خطر دژنرسانس ماکولا قرار دارند. قدرت تأثیر سبک زندگی بسته به سابقه وراثتی از فردی به فرد دیگر متفاوت است. سرانجام التهاب یا انفلاماسیون می تواند به بروز بیماری کمک کند. در واقع محققان ارتباطی را بین سطح پروتئین سی ریاکتیو در خون و که یک مارکر التهاب است و دژنرسانس ماکولا پیدا کرده است. انواع دژنرسانس ماکولا. اول دژنرسانس ماکولای خشک وابسته به سن، که به آن دژنرسانس ماکولای آتروفیک یا غیر نووسکولر، یعنی بدون رگ‌های جدید وابسته به سن نامیده می شود. این جدیترین و شایع‌ترین نوع دژنرسانس ماکولا است و پیشرفت آن در طی چند سال انجام می شود. همه دژنرسانس های ماکولا وابسته به سن با نوع خشک شروع می شود قبل از پیشرفت بیماری، و از هر 10 نفر یک نفر پیشرفت بیماری آن به طرف نوع مرطوب آن. دژنرسانس ماکولای مرطوب به سن. این فرم تخریب ماکولا که اکسوداتیو یا نئوواسکولر نیز نامیده می شود، یعنی رگ‌های جدیدی ایجاد می شود، تشدید نوع خشک است. با تشکیل عروق خونی جدید در کروئید زیر شبکه مشخص می شود. خون یا مایعات دیگر می تواند به بیرون نشت کند و به ماکولا آسیب بیشتری برساند، باعث کاهش بینایی سریع‌تر از حالت خشک می شود. گاهی اوقات طی چند روز یا هفته انجام می شود. فرم مرطوب می تواند منجر به از بین رفتن کامل دید مرکزی شود. به خوبی درک نشده چه عواملی باعث تشکیل این رگ‌های خونی می شود. مشکلی در رنگدانه ها یا پیگمان های بینایی. نور از طریق کریستالین وارد چشم می شود. اشعه های نور بر روی شبکیه یا رتین قرار می گیرند. غشاء نازکی که داخل چشم را می پوشاند. شبکیه یا رتین از جمله چیزهای دیگر از سلولهای عصبی گیرنده نور تشکیل شده‌اند. مخروط‌ها
و میله ها. این سلول ها برای خوب دیدن لازم هستند، زیرا در برابر رنگ و شدت نور واکنش نشان می دهند. حدت بینایی دقیقا در ماکولا در یک ناحیه کوچک در مرکز شبکیه دقیق تر است. ماکولا امکان دید مرکزی را فراهم می کند. افراد مبتلا به دژنرسانس ماکولا در ماکولای خود ضایعات کوچک و مایل به زرد دارند که دروز یا دروسنز نامیده می شوند. اینها به بافت اسکار تبدیل می شوند، یعنی بافت جای زخم. این پدیده در نتیجه حذف ضعیف رنگدانه های بینایی، یعنی مواد حساسی که به نور واقع در سلول های گیرنده نور است وجود دارند. به طور معمول این رنگدانه ها به طور مداوم از بین می روند و تجدید می شوند. در افراد مبتلا به این بیماری آنها در ماکولا جمع می شوند و در نتیجه برای رگهای خوندهنده مشکل برای جریان خون ایجاد می کنند و پس از مدتی بینایی دچار اختلال می شود. پیشرفت بیماری دژنرسانس ماکولا. در صورت فرم خشک بیماری، بسیاری از افراد هنوز دید خوبی را در طول زندگی خود حفظ می کنند و یا به تدریج بینایی مرکزی خود را از دست می دهند. این شکل از تخریب ماکولا غیر قابل درمان است. ببخشید بگم فعلا غیر قابل درمان است. 50 سال پیش اگر شما می گفتین من یه تلفن دارم که 10,000 کار مختلف میکنه، گفتن غیر قابل، غیر ممکنه، ولی امروزه ممکنه. این هم با پیشرفت علم در آینده ممکن خواهد شد. از طرف دیگر با مصرف بعضی ویتامین های آنتی اکسیدان و ورزش می توان روند پیشرفت آن را کند کرد. از آنجا که بیماری می تواند برای مدت طولانی بدون علامت باقی بماند، می تواند تشخیص و در نتیجه درمان را عقب بیندازد و باعث کم شدن اثر درمان بشود. در نوع مرطوب بیماری، بیمار ممکن است به سرعت دید مرکزی خود را از دست بدهد. خوشبختانه روش‌های درمانی برای بهبود فرم مرطوب وجود دارد. این نوع مرطوب علائم بیماری را خیلی سریع ایجاد می کند. افت ناگهانی بینایی و کج و کوله دیدن خطوط مستقیم و اشیاء. برای هر نوع بیماری ماکولای وابسته به سن، بینایی می تواند در یک چشم کاهش یابد و در چشم دیگر سالها باقی بماند. یعنی بینایی باقی بماند. این بیماری هرگز باعث کوری کامل نمی شود، زیرا بینایی محیطی دست نخورده باقی می ماند. سمپتوم ها، افراد و عوامل خطر برای دژنرسانس ماکولا. سمپتوم ها در ابتدا بیماری تا پیشرفت و ایجاد سمپتوم ها علامتی ندارد. سمپتوم ها با توجه به شدت بیماری متفاوت است، اما درد ایجاد نمی کند. نیاز به افزایش شدت نور برای خواندن یا انجام کارهای دقیق، عادت کردن آهسته پس از یک نور شدید بعد از قطع آن به طور ناگهانی، یعنی نور شدید باشه، یه دفعه نور قطع بشه برای اینکه چشم عادت بکنه برای بازگشت به حالت اولیه طول می‌کشه.
درک تغییر یافته از رنگ ها چه درتر به نظر می رسند و تشخیص آنها دشوار است. کج و کوله شدن خطوط مستقیم در تخریب ماکولای مرطوب از نزدیک و دور. در مراحل پیشرفته تر بیماری یک نقطه تاریک کوچک در مرکز میدان بینایی است. مشکل در شناسایی چهره و گاهی اوقات توهمات بصری به صورت اشکال هندسی، حیوانات، تغییر شکل چهره و غیره وجود خواهد داشت. افراد در معرض خطر. همه افراد 55 سال به بالا، افرادی که از یک مشکل عروقی رنج برده یا میبرند، مانند حمله قلبی یا یک حمله آنژین قلبی، منظورم از اول حمله قلبی یک سکته قلبیه که با آنژین قلبی فرق داره، یا یک سکته مغزی، این اختلالات اغلب به علت باریک شدن قطر دهانه رگها به دلیل رسوب کلسترول و سایر مواد روی دیواره رگها که به اون میگیم آتروسکلروز مربوط میشود. در این افراد رگهای خونی کوچک در شبکیه احتمالاً تحت تأثیر همین پدیده قرار دارند. بنابراین شبکیه دچار کمبود خون میشود. افرادی که سابقه خانوادگی دژنرسانس ماکولا دارند. اگر شما از بستگان درجه یک فردی هستید که دچار ماکولای مرطوب است، احتمال دچار شدن شما 3 برابر بیشتر است. بانوان، این بیماری در خانم ها کمی بیشتر از آقایان است و با عمر طولانی تر آنها احتمال ابتلای آنها در طول زندگی بیشتر است. بعد افرادی که چشم های روشن دارند و بالاخره قفقازی ها، میدونین که به ماها میگن کوکازیان. عوامل خطر: سیگار کشیدن و مصرف انواع دخانیات، فشار خون سرخ رگی بالا، کلسترول بالا که بهش میگیم هایپر کلسترومی، چاقی باعث آمادگی بیشتری برای دژنرسانس ماکولر مربوط به سن میشود. قرار گرفتن طولانی مدت در معرض اشعه ماورای بنفش خورشید بدون محافظت از چشم. اما این یک فرضیه است که باید بررسی شود، هنوز ثابت نشد. پیشگیری از دژنرسانس ماکولر: اقدامات قربالگری، معاینه چشم، آزمایش پنجره مشبک امسلر بخشی از یک آزمایش جامع چشم است که توسط اپتومتریست یا بینایی سنج انجام می شود و شامل یک جدول شبکه‌ای است که یک نقطه در مرکز آن قرار دارد و برای ارزیابی وضعیت بینایی مرکزی استفاده می شود. یک چشم به مرکز جدول نگاه می کند. اگر خطوط جدول تار یا مخدوش به نظر برسد یا نقطه مرکزی به صورت یک نقطه سفید یا سوراخ سفید به نظر برسد، این نشانه دژنرسانس یا تخریب ماکولای مربوط به سن است. اگر تشخیص زودرس و به موقع داده شود، توصیه می شود هفته یک بار این آزمایش انجام شده و هر گونه تغییر بینایی به چشم پزشک گزارش شود.
این تست ساده را در منزل می توان با یک صفحه شطرنجی با خطوط سیاه انجام داد. فرکانس آزمایش و معاینه چشم و بینایی بر اساس سن متفاوت است. از 40 تا 55 سالگی حداقل هر 5 سال یک بار. از 56 تا 65 سالگی حداقل هر 3 سال. و از 65 سالگی به بالا حداقل هر 2 سال. افرادی که در معرض خطر هستند، مثلا به علت سوابق فامیلی، ممکن است احتیاج به معاینات تکراری داشته باشند، باید خب بیشتر طبق درخواست اون اپتومتریست یا افتالمولوژیست انجام بدن. اینجا برای افراد 65 سال به بالا در نزد اپتومتریست ها مجانیه. در اپتومتریست ها اونهایی هستن که هم آزمایش چشم انجام میدن و هم به شما عینک میدن، شمارتون رو میگن و عینک میفروشن و اگر چیز خطرناکی باشه بلا فاصله با مرکز چشم پزشکی بیمارستان تماس میگیرن و یک چشم پزشک چی میگن گارد، چشم پزشکی که اونجاست شما رو بلا فاصله میبینه و در صورت لزوم راندوهای دیگری هم به شما میده و درمانهای دیگری هم به شما میدن تا مشکل شما کنترل بشه یا بهبود پیدا کنه. بله، اگر تغییری در بینایی شما ایجاد شد بهتر است بدون تأخیر مشورت کنید. اقدامات پیشگیرانه اساسی: اول از همه سیگار نکشید. این کمک میکند تا از شروع و پیشرفت زوال ماکولا جلوگیری شود. تاباژیسم گردش خون را مختل میکند، از جمله در عروق کوچک شبکیه. میکنم بهتر از عروق کوچک باید بگم رگهای موین. از قرار گرفتن در معرض دود سیگار نیز خودداری کنید. رژیم غذایی خود را متناسب کنید. و افراد در معرض خطر توصیه می شود غذاهای غنی از آنتی اکسیدان ها مصرف کنند. آنتی اکسیدان ها از شبکیه محافظت می کنند. اولین قدم این است که اطمینان حاصل کنید که به اندازه کافی میوه و سبزیجات تازه مصرف می کنید. سبزی های سبز تیره مثل بروکلی، اسفناج و کلم سبز که سرشار از لوتئین هستند خیلی مفیدند. فکر کنم اینجا هم به جای کلم سبز از کلم سنگی استفاده کنم بهتره. نمیدونم. مصرف میوه هایی مثل انواع توت ها، توت فرنگی، تمشک، زغالخته، گیلاس، آلبالو و غیره ممکن است خطر ابتلا به دژنرسانس ماکولای مربوط به سن را کم کند. اومیگا 3 ها، اومیگا 3 ها در یک مطالعه اپیدمیولوژیکی که در هاروارد بر روی گروه بزرگی از بانوان که متوسط سن آنها 55 سال بود مشاهده شد که کسانی که حداقل یک وعده ماهی چرب در هفته مصرف می کردن کمتر به اختلالات چشمی مبتلا شدند. چربی های اشباع شده به تشکیل پلاک های چربی در دیواره عروق کمک می کنند. این چربی ها در دمای اتاق یعنی درجه حرارت اتاق جامد هستند و منشأ حیوانی دارند، مثل کره، خامه، چربی خوب، چربی گاو، چربی غاز و اردک و غیره.
البته چربی خوک اینجا توی مغازه چربی خوک رو هم مثل یک نوع چربی میفروشن، حتما لازم نیست که در گوشت خوک باشه. یا منشأ گیاهی دارند مثل روغن نارگیل یا روغن پال. توصیه می شود از غذاهای سرشار از چربی اشباع شده کمتر مصرف کنید. توجه داشته باشید که یک مرد احساس احتیاج روزانهش به انرژی 2500 کالری است و نباید بیش از 20 گرم چربی اشباع شده در روز مصرف کند. در حالی که یک زن احتیاج روزانهش به 1800 کالری است و نباید بیش از 15 گرم در روز مصرف کند. به عنوان مثال 120 گرم گوشت چرخ کرده گاو یا گوساله پخته شده دارای 15 گرم چربی ساتوره است. مصرف الکل و شکر را هم باید محدود کرد. حتی الامکان از غذاهای کباب شده مصرف نکنید، زیرا دارای آثار آنتی اکسیدان هستند. ورزش کنید. ورزش منظم باعث بهبود و محافظت از سلامت قلب و عروق می شود که کمک به جلوگیری از تحلیل رفتن ماکولا می کند. علاوه بر این، برای افرادی که قبلا دچار دژنرسانس ماکولای وابسته به سن هستند، انجام بیش از 3 بار در هفته ورزش های بدنی با شدت متوسط مانند پیاده روی سریع، آهسته دویدن یا جوگینگ یا دوچرخه سواری پیشرفت بیماری را 25% کاهش میده. ببخشید یه پرانتز اینجا من باز کنم. من 30 ساله که تشخیص داده شده که دیابت دارم نوع 2، ولی در این 30 سال هیچ دارویی برای دیابت مصرف نکردم چون احتیاج نداشتم. چرا احتیاج نداشتم؟ با کنترل شدید رژیم غذایی و همینطور راه رفتن، ورزش و راه رفتن. اگر شما روزی حداقل یک ساعت 25 تا یک حد اکثر یک ساعت نیم در روز راه برین، میتونین کنترل کنین دیابت نوع 2 رو و حتی یک کمی روی دیابت نوع 1 و همینطور روی فشار خون اثر بسیار خوبی داره. حالا لازم است که یک ساعت نیم رو نان استاپ انجام میدین. میتونین یه روب را برین، یه ساعت استراحت کنین، کار دیگه بکنین، یه روب دیگه را برین. بله، بالاخره از مشکلات سلامتی خود مراقبت کنید. در صورت داشتن فشار خون یا کلسترول بالا درمان خود را به درستی دنبال کنید. خب، برنامه پزشکی بهداشتی امروز ما در اینجا به پایان رسید. امیدوارم که برای این هموطن عزیزمون مفید باشه و توضیحات بیشتری اگر ایشون احتیاج دارن باید از یک پزشک متخصص چشم سوال بشه. خب، حالا بانویی که امروز میخوام به شما معرفی کنم، بانویی است به نام اکرم منفرد آریا. این رو از ویکی‌پدیا براتون انتخاب کردم. اکرم منفرد آریا، زاده 1325 در تهران، نویسنده و خلبان هواپیماهای گلایدر و تک نفره و دو موتوره، بهتر بگیم گلایدر و تک موتوره و دو موتوره ایرانی. زندگی نامه: اکرم منفرد آریا در سال 1946 میلادی در تهران متولد شد.
او خلبان زن ایرانی است. در سال 1353 یعنی 1974 در حالی که ازدواج کرده بود آموزش‌های خود را در زمینه پرواز ادامه داد که منجر به تغییر زندگیش از یک زن خانه‌دار به زن خلبان ایرانی شد. و این درست دلیلیه که من این بانو رو امروز معرفی میکنم که فکر نکنین حالا که ازدواج کردم بچه دارم دیگه نمیشه، وقت نیست، حوصله نیست، نه همه اینا رو اگه بخواین میشه. این به خودی خود قابل توجه بود، چرا که منفرد آریا در آن زمان مادر 5 فرزند 2 تا 11 ساله بود. وی آموزش خلبانی خود را در هواپیماهای گلایدر، یعنی هواپیماهایی که موتور ندارند، آغاز کرد و پس از دریافت مدرک خود از مدرسه خلبانی دوشانتپه کار خود را در مدرسه خلبانی قلعه مرغی در جهت شروع پرواز انواع مختلف هواپیماهای تک موتوره و دو موتوره ادامه داد. بعد از اینکه آموزش های خود را به طور کامل با موفقیت به پایان رساند، دومین مدرک خود را دریافت کرد و تا قبل از شروع انقلاب 1357 به پرواز خود ادامه داد. به استثنای شاهزاده فاطمه پهلوی، او زنی بود که برای دریافت مجوز خلبانی در ایران تلاش کرده است. در سال 1974 در حالی که متأهل و دارای 5 فرزند بود شروع به آموزش خلبانی در باشگاه سلطنتی حمل و نقل هوایی کرد. او در پایگاه دوشانتپه به دانش آموزانی که مایل به یادگیری رشته خلبانی بودند درس می داد. قبل از اینکه ادامه بدم عکس ایشون رو به شما نشون بدم بعد ادامه بدم. پس از دریافت مجوز راندن هواپیماهای گلایدر، او در اکتبر همان سال به پایگاه پرواز قلعه مرغی به منظور یادگیری دروس مربوط به هواپیماهای تک موتوره و دو موتوره رفت. او آموزش خود را با سلسلنا 172 شروع کرد و تنها با 14 ساعت پرواز موفق شد که اولین پرواز انفرادی خود را انجام دهد. مراحل بعدی آموزش او شامل پرواز در شب و پرواز برای مسافت‌های طولانی به تعدادی از شهرها مانند تبریز، کرمانشاه، اهواز، اصفهان و رشت بود. او در طی 4 سال پرواز خود 50 ساعت به صورت انفرادی و 150 ساعت به همراه مربیش در شب و روز پرواز کرد. علاوه بر این او در ادامه مراحل علمی آموزش خود درس‌هایی با عناوین علم مربوط به حرکت اجسام در گازها و هوا، موتور، ابزار دقیق، هواشناسی، ناوبری و زبان انگلیسی را آموخت و پس از اخذ گواهینامه‌های خلبانی خود او دو کاری را که مایل به انجام آنهاست ارائه می‌دهد. یکی به عنوان مربی پرواز در باشگاه سلطنتی حمل و نقل هوایی و دیگر به عنوان خلبان برای هواپیماهای دو موتوره در خطوط هوایی ایر آسمان. عکس دیگری هم از این بانو هست، اکرم منفرد با ساساندخت ساسانی در فرودگاه نظامی قلعه مرغی. اینم عکس ایشونه. اما او به هر حال قادر به دنبال کردن حرفه خود و یا آموزش بیشتر در این زمینه با توجه به انقلاب در ایران نبود. بعدها در سال 1989 و در حالی که در سوئد زندگی می کند او درس‌های پرواز خود را همراه با درس‌های تئوریش
در مدرسه حمل و نقل در بروما ادامه می دهد و در استکهلم مجوز سوئدی خود را دریافت می کند. در طول سالهای پروازش او به تعداد زیادی از باشگاه های حمل و نقل هوایی سلطنتی در شهرها و کشورهای مختلفی دعوت شده است. همچنین وی زندگی نامه خود را در کتابی که توسط سازمان زنان ایران به نام لحظه ها و تلاش ها به چاپ رسانیده است. او یک کپی از این کتاب به همراه لوح تقدیر از خانم مهناز افخمی وزیر امور زنان در آن وقت را دریافت کرد. پس از انقلاب در ایران اکرم منفرد آریا و همراه فرزندانش ایران را ترک و به سوئد مهاجرت کرد. او در حال حاضر عضو انجمن نویسندگان سوئد است. در آوریل سال 1399 اولین کتاب او به نام پژواک عشق در سوئد منتشر شد. پژواک عشق کتابی است در مورد جدایی، میهن، مهاجرت و حقوق سیاسی زن. کتاب دوم او در سال 2000 با نام سرگذشت پری به چاپ رسید. تا به امروز 15 کتاب به 3 زبان فارسی، انگلیسی و سوئدی منتشر شده است. آخرین کتاب او خود زندگی نامه یا اتوبیوگرافی که در اوائل تابستان 2012 منتشر شده بود. او در این کتاب زندگی شخصیش را به تصویر می کشد. او اغلب توسط بسیاری از کتابخانه ها به منظور ارائه آثارش دعوت شده. تا به حال روزنامه ها و شبکه های رادیو تلویزیون سوئدی مختلفی با او مصاحبه کردند. او در مجالس فرهنگی و ادبی متعددی که در کتابخانه های مانند کتابخانه بین‌المللی و موزه های مانند موزه ببخشید اسمش سوئدی سخته حضور داشته است. فعالیت ها قصه‌گو برای کودکان در کتابخانه های مختلف و تلویزیون های دسترسی عمومی Public Access Television برای 1.5 سال، مشاور در امور فرهنگی شهرداری کریستا به مدت 3.5 سال، استاد مراسم مسابقه شعری با نام اسلم شعر در کتابخانه استکهلمن برگزار شده. او 2 جایزه دیگر را نیز در فوریه و دسامبر 2000 در کتابخانه کریستا در استکهلم و همچنین در فیسکاکرا استکهلم دریافت کرده. کتاب‌های او در کتابخانه‌های کشورهای مانند سوئد، آلمان، هلند و ایالات متحده در دسترس هست. این همین بانوی موفق ماست. ببینید بچه دار بودن، جدا شدن، خانه دار بودن هیچ کدوم مانع پیشرفت نمیشه. امیدوارم که سرگذشت این بانو باعث پیشرفت همه هموطنان عزیز ما در مواردی که مایل هستند بشه. برنامه ما تموم شد، وقتمون هم تموم شد. برنامه را با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میرسنیم. اگر مایل بودید درباره موضوع خاصی صحبت کنم ایمیل کنید. اگر مایل بودید با جناب کفایی در تماس باشید ایمیل کنید و اگر موضوع خاصی رو در نظر داشتید نسبت به موضوع 1 تا 2 هفته به بنده وقت بدید. وقت برنامه به پایان رسید. روز و روزگار به شما خوش. با درود و بدرود.